از زمانی که انسان برای نخستین بار قدم به ماه گذاشت نزدیک به 50 سال می‌گذرد. و اکنون یک نمایشگاه جدید در شهر پیزا به موضوع شیفتگی بشر به فضا می‌پردازد. نمایشگاه اکتشاف روی ماه و فرای آن بر ارتباط بشر با گیتی و اکتشافات فضایی آینده متمرکز است. بشریت مدت‌های طولانی است که مسحور راز کهکشان شده است و یک نمایشگاه در شهر پیزای ایتالیا به همین موضوع می‌پردازد. ماجراهای انسان در فضا. نمایشگاه اکتشاف روی ماه و فرای آن توسط نشنال جیوگرافیک با همکاری آژانس فضایی ایتالیا و آژانس فضایی اروپا سازمان یافته است. این نمایشگاه 50مین سالگرد اولین فرود انسان بر ماه در 20 ژوئیه 1969 را جشن می‌گیرد. 2019-1969 è stato un attimo fare la somma, anzi la differenza, arrivare al cinquantennale della conquista della Luna. 2019-1969 حساب کردنش ساده است. از هم کم کنی میشه 50 سال سالگرد فتح ماه و از اکتشاف فضا شروع میشه. نمایشگاه اول از همه از پیشگامانی که زمین رو دور زدن تا وقتی ماه رو فتح کردن صحبت میکنه تا شب افسانه‌ای بین 20 و 21 ژوئیه سال 1969 و فرای اون ادامه میده، چون در این 50 سال گذشته دستاوردهای زیادی داشتیم، مثل مریخ که ناسا تا حالا 6 تا مریخ نورد فرستاده. در این نمایشگاه بازدیدکنندگان با تاریخ و افرادی که زندگی خود را وقف اکتشاف فضا کردند بیشتر آشنا میشوند، مثل یوری گاگارین فضانورد روس که در سال 1961 اولین فردی بود که به فضا سفر کرد، یا نیل آرمسترانگ فضانورد آمریکایی و اولین مردی که قدم به روی ماه گذاشت، یا ولنتینا ترشکووا اولین زنی که در سال 1963 به فضا سفر کرد، و لایکا اولین سگ از اتحاد جماهیر شوروی که مدار زمین را دور زد. این نمایشگاه تا 21 ژوئیه 2019 یعنی سال روز فرود بر ماه در مرکز هنری پالاتزو بلو در شهر پیزا به روی عموم باز خواهد ماند.